بگوشایی واسه رونق کارت. زبون بند با سیاره کنم گره گشایی با سرونق کاره. زبون بند با سیاره کنم گره گشایی با سرونق کاره. بیا اینجا که هر آجون واقعی جنس من جنس و حرف من یکی جنسای اعلی دارم درش داری واسه من خرج و آدم خسی درمون میکنم درد بی درمون هر مشکلی رو میکنم آسون میدم مهره ماره زبون بند با سیاره کنم گره گشایی با سرونه. سلام سوخت سیاه، چطوری؟ خوبم. چطوری نی؟ سرگوبا تازه اومده اینجا، همه کلکل نمیبینه. آره نمیبینه. آره چه کلکی؟ والا چه کلکی بچه؟ اونه دارن جنس رد میکنن. جنس؟ این ببینم چیه؟ چی شده؟ ما اینجا بیخیال وایسدیم، اونه دارن جنس رد میکنن. نگاه کن بجمه بچه هستو باشه. چی بکنیم حالا؟ او همینجا وایسا. الان مواظبم قربان. چه کسی که حالا؟ جنسی تو داشتی؟ مافل چاک باشی. این موتور تو دیبینم. بفرم تکون نخور وگرنه مغزتو پریشون میکنم. حالا هیچکی نتونست هرچنگ سرگروه مستالهی داره. سرگروه مستالهی؟ خودشه. آه سرم دراک حسابت با کنه عمل کاتبینه مادر مرده
سرگروبان ساله شمایی، میبخشین که نشنافتم. آخه ما با هم آشناییم، شما تشریف آوردین اینجا، قدمتون مبارک. دو مرتبه منتقل شدین اینجا، خیلی خوش اومدین سرکار جون. آره، تو که منو میشناسی، تو کارم چه شمریم، چرا فرار کردی؟ خیال نکردی میگیرم؟ فرار؟ منو فرار؟ من نوکرتم، شما همسایه ما بودین، بابام با شما خیلی رفیق بود. آره بود، مرد خوبی هم بود، خدا رحمتش کنه. بله انتظار داشتم بقالیشو بعد مرگش تو اداره کنی، اما حالا تو قاچاقچی از آب در اومدی. چی شد اون بقالی؟ اون کسب آبرودار چه بهش بود که رفتی دنبال قاچاق بری؟ ملاق سرگروبان، بقالی خراب شد، تو آقش ریخ پایین، جنساشو جمع کردیم، هر چی بود خوردیم. که همه مردم برای نون خوردن دیوارا هم دیگه میرن بالا، فعلا که باید جریمه جنسا رو بدی یا بری زندون. زندون؟ آره. پس سر بچه هم چی میشن؟ اونایی که باربار جنس رد میکنن راست راست میبینن چی؟ منو بیچاره که کی باربار جنس رد میکنه؟ همون جاستم که رئیس قاچاقچیه اینجاست، یه نفرم داره که جنس رو واسش رد میکنه، اون کسی که یه موتور برودو رو مثل جت از جلو چشم جاندارمان رد میشه، با کامیون از دیوار میره بالا، اونا رو بگیر، نه منو بیچاره رو. اون یه نفر کیه؟ ملوسیا، رفیق قدیم خودت. ملوسیا؟ منو ولم کن برم سرگرومان، تو رو عربای خاک پدرم بذار من برم، این ماشین صاحب برده مال مردمه. بینا چقدر خرج داره تاق دکونه تو درست کنی؟ یه دو سه هزار تومانی خرج داره. به خاطر آشنایی با پدرت بهت قرض میدم، به شرطی که برای همیشه قاچاقو فراموش کنی. نوکرتم، غلومتم، بذار دستتو باز کنم، هر کاری که بگی میکنم. نمیخواد باز کنم، دست پای تو صابون بزن تمیز بشی. نوکرتم، فردا صبح بیا پاسگاه بهت. سرگروبان چی کار داری میکنی؟ چی کار کردی سرگروبان؟ چی کار کردی سرکار جون؟ این جنسا آب میره توش خراب میشه، چی کار کردی قربونه برم؟ بلرک اینا که مال تو نی، من که مال توه. نه مال من نی. بله خب پا جوش نزن را بخورو، برو خلوت کن. سرگروبان ملوسیا رو پیدا کردم آوردم. نمیدانی چقدر خوشحال شد وقتی فهمید شما اینجایی. از اونجا به جان شما همش تخت میکرد تا اینجا به خدا. قربان الانم بیرون منتظر دستور شما است. حالا که ایشان آوردن میخسی. بله دوست. اما نوکرتا کوچیکتم. برو ما چش کن، برو ما چش کن. اگر بسردی صفای قدمت، ناز قدمت، چشم کف پا ببین چیه. برای کار فرستادم دنبالت. کار؟ آره. خیلی خوب باشه، هرچی باشه نوکرت هم رفیق قدیمی من. خیلی خوب باشه، بپرس هرچی میخواهد دلت تنگر بپرس. دخش کی بهت اجازه نشستن داد؟ اینجا پاسگاه خونه عمت کنی مرد حسابی، وقتی میشینی که من بگم بشین. حالا درست گوشاتو واکن ببین چی میگم. من تو رو خواستم اینجا که بازجویی پس بدی، خواستمت که بگم من اومد اینجا. تا وقتی هم که اینجام هیچ تنابنده ای نمیتونه جنس رد کنه. حالی چوب؟ آره حالی شد سرگروه خان. پس تو هم یه چیزی رو بدون، تا حالا هیچکی با ملوسی ها اینطوری حرف نزده، هیچکی سر ملوسی ها داد نزده. تو هم اگه داد زدی هوایی لباست ورد داشته. اگه اینجا پاسگاه نبود، اگه تو مأمور نبودی، اون وقت بهت میگفتم حسابت چقدر سنگین میشه. حالا باید به کی بازجویی؟ از قول من بهش بگو شاید یه روزی همدیگه رو ببینیم که این لباس تنش نباشه. اون هر وقتی حمام میره لباس تنش نیست. شد؟ ولی وای به حال دیگه تو رو تنها گیر بیاره. برو جنم پی شر نگرد، برو عزیزی دلم، برو به نفت که سر بزرش نذاری، برو. حیف این لباسش در میتنم، وگر نمیدنستم چجوری باید پوست تو رو بکنم. این سرگروبانم نمیذاره من کارمانه بکنم، نمیذاره. گروه بار دیوارم هی میاد جلوتر. بله قربان من مرخصه. به مرگ همه تو انقصه دستش کفیم که نگو. تو پاسگاه با لغت زد صندلی رو پرکت اون طرف. فقط میدونی از چی دلم میسوزه؟ از اینکه تو پاسگاه بود، از اینکه لباس تنش بود و ایله کاری میکردن که چیکار میکردی دوغالسن؟ لباسم رو داره بردم همون تو که اینجا چیکار داری؟ مگه خودت نمیخواستی؟ میبینی که اومدم. خوش اومدی.
معامله. واسه کنار شما دخالت کنید، واسه کنار حسابش با خودمه. بیلیت میفروختی تماشا چی بیشتر میومده؟ قول میدی که دیاس از قاچاق برداری؟ اون وقت تو نمیگی که ترسید؟ ها؟ نمیگی؟ نه ملوسیا نمیگم، تو ترسو نیستی، خیلی هم بادر شد. آکره همه تو آقایی گوچه کتم خوش اومد. قول میدم. قول میدی؟ آره قال قال مردمه. مرگ خدا دیگه قاچاق میخواد. قاچاق میخواد یادم هست درست چرا. آره نه راست حسینی، راست حسینی، پاک و پاکی، پاک و پاکی. دیگه همه جون تو چند وقت بود کتک حسابی نخورده بودم. خوش شد اومد. بله بزنگانش بریم همون. سلام. آره نه حالا که سلام. قاچاق پاچاق نداری؟ بله. اینمه دختر، اون یارو که داشت قاچاق رد میکرد اون موقع که معرکه گرفته بودی میشناسی؟ من کسیو که قاچاق رد کنه نمیشناسم جناب سرگروه. اولا رد گم نکن، دوم از اون یادت باشه که من سرگروهبانم. تو از سربانم سربانتری. درستی بینه کدوم یکی بالاتری؟ والا خب معلومه اینجا سرگروهبان از همه بالاتر است. وقتی میگی سرگروهبان نباشه من از همه بالاترم. باهاده. آه بالاخره نگفتی یارو کی بود؟ اون درازه رو میگم. اصلا میدونی بابا، والا به خدا جناب سروان سرگروهبان، من با کسی دعوا معوا ندارم، خودت پیداش کن. من یکی نه سر پیازم نه چای پیاز. وایسا کی بود؟ ده. آقا جان دی سرگروهبان داره حرف میزنه، جواب اینه بده. ده بابا حالا ببینم اون درازه برادر جاسیم نبود ها جان من؟ شاید هم بوده، من چه میدونم بابا. حتما بوده ده دختر. این دخترش باسکار برادر جاسیم هم توقیف کنه. آقا سرگروهبان این بس میگیره که خبر کجا بیا سرگروهبان اشکی نمیتونه منو بگیره. سرگروهبان مگه قاتل گرفتی؟ جاسیم آقا، جاسم آقا. چیه؟ چه خبر شده؟ داشت تو ژاندارما بردن. برای چی؟ سرگروهبان جدید دستور داده. این یار سرگروهبان ساله‌ای دوباره برگشته اینجا و باعث دردسر شده جاسم خان. چالاکشو میکنم همونطوری که حساب اون یکی رسیدم. شرمی کت منو بردار بیار. بذار اول یه تلفن به افسرش بکنم. Seguro.
گروبانم تو شیف آورده. سلام سر گروبان. سلام بی سلام. خودش لوس میکنه الکی. حالت خوبه؟ این داشت ما دیگه تو این کارا نیست، حتما اشتباه شده. اینا گذشته، ما دوست قدیمی هستیم. دست خرکوتا، من با تو هیچ دوستی و رفاقتی ندارم گروبان. بله جناب. چی به این اجازه داد برم؟ والا من آوردم اینجا، میخواستم اینا رو بیندازم توی هلوفتنی، ولی جناب سروندش آورده نیزشته. جناب سروان؟ بله بله. خوش هستم. الان اونجا تشریف دارن. سر گروبان تو رو به خدا نراحت نشیم، بالاخره فرمانده ماست جناب سروان. این سر گروبان خیلی توپش پره. بله توپش خیلی پر است. بالاخره یه روز این توپ در میره این شکم ولو میکند. ریه و گوله کلت نخوری ها، تخم مرغ دروشت مال مرغ بی بخاره، فهمیدی یا نه؟ حواست جمع بکن برو بکاره، یلا برو کرم اینا. هیت، فقط دعا کن شانس آوردی که من این لباس تنمنه. اگر این لباس تنمن نبود، با مرگ تو رو بجای ماهی دودی زیر این پول آویزانت میکردم. خوشکشی، فهمیدی یا نه؟ خوش جام سالوان اون داشت جنس رد میکرد. همون موقع گرفتیش؟ نه قربان، نه همون موقع. گوش کن صالحی، اینا از محترمین این محل هستن. باشون سرشاخ نشو، متوجهی؟ سعی کن نارضایتی تولید نکنی. اینا رو که نمیشه بیخود سر صداشون رو در برد. جام سالوان، خیلی معذرت میخوام، شما تو این منطقه تازه تشریف آوردین. کار اینا با من بمیره و تو بمیری درست نمیشه. زبون اینا رو من میفهمم. من دارم با الفبه خودم با اینا حرف میزنم. الفبه خوده باید تو کتاب قانونم درست باشه. وای جناب سرهنگ، بیچاره شدم، ذله شدم، بدبخت شدم. من شاکیم، این پدر منو در آورده. این چی میگه؟ جناب سروان، این ایجاد بلوا کرده بود که جنس رد بشه. این مایه درد سره. وای من مایه درد سرم؟ تو رو خدا میبینی؟ اصلا به من چه مربوطه؟ من داشتم کارو خوب میکردم. من به جنس رد کردن چی کار دارم؟ این وظیفه توی قدونو دستگیرش کنی. وای خدا ردش کن برسانه تو هم قربان. لب بلا کن گیلانی بله قربان. بند پایین، من میرم نهار، مواظب همه چی باش. بله بله خیلی جنگی بر میگرم. چش قربان. قربان فندوقی؟ بله قربان. من دشیر تو رو ببرید. بله قربان، اون چجور مثل سربت پاپسن. مواظب این دور اطراف باش، من میرم نهار بخورم برگردم. بله قربان. باریک الله. سرکار اسماعیلی. جناب سرما جون من، یه دقیقه وایسا. سرگروهبان. خیلی خوب بابا، سرگروهبان. میگم که تو یه دفعه بخم من ببینم وقتی میخندی چه شکلی میشی. تو معلومه چه مرگته؟ وایسا آخ تو بزن، چی میخوای؟ سرگروبا میخوام بگم، میخواستم بگم که چیزه واسه ما یه خورده همچه یه خورده شل بگی بزن ما بساطمونو پنگ کنی. عوضش چیزه عوضش حق و حساب و از اینجور چیزا میرسه. بله آره، نگران نباش. کفر میگه. قبوله ها؟ حق و حسابتو بیریز تو دیگه آشد که مغز بخت بشه. بساطت هم پهم بکنی، جریمت ضبط هم والته. حالی شد؟ آخه بابا تو چته؟ چه هیزامه تری من به تو فروختم؟ من یه خود به کارای تو مشکوکم، چون وضع کار طوریه که هم ایجاد بلوا میکنی هم صد معبر. ای بابا من که نمیفهم این قلم به سرنبایی که میپرونی چیه؟ جون ما دست از سر ما بردار، ما یکی نوکرتی. خیلی حرف میزنی. سب کن اخم نکن سرکار. نوکرت هم سرگروه با کلی طول کشه تا سر صورت هم و صفا دادن. انگاری استخون دماغم شکست. چیزی که فراونه شکست با. سارا تو اینجا چیکار میکنی؟ والا نمیدونم، از این جناب سرمان یعنی چیزه سارا. یعنی چیزه از این سرگروبان بپرس. چی شده اما جون؟ چی شده گره؟ من رو باش که با این حرف میزنم. بیبریم ملو جون. چی شده؟ اول همه تو رو گرفاره. بابا این یارو خوره، چی میگه اصلا؟ نمیدونم چی میگه. یه بساط تو خیابون کنی، نمیدونم همچی میکنم همچی نمیکنم. میگه باز از این محل پاشی بری، میگه باید بری باز خواهی دوکون با کنی. من این حرفا. خب برو واکن. ده با کدوم پول؟ خب بیا شریک بشی. نفهمیدم، با هیچکی هم نه با تو. آره چرا که نه، گفتم بیا زرم بشو نیومدی. خب حالا میگم بیا شریک بشیم. خوبه نه ببینم اون وقت بعدش به بهانه حساب کردن و دخل و مخارج در آوردن و این حرفا دم به ساعت ازم خواستگاری نمی کنی؟
ای بابا، من همش یه دفعه تو خواستگاری کردم. راستی جون من، همش یه دفعه؟ آخه خیلی خب بابا، دو دفعه. دو دفعه؟ آره. ببین، اگه اون لب شرط هم حساب کنی نشسته. ای دروغگو، ای دروغگوی کم حال. خیلی خب بابا، ده دفعه. منم قربونتم، ده دفعه بهت گفتم نه. ببینم چقدر میخوا؟ ولی همینقدر که بشه باش یه دکه بخرم. خیلی خواه، بزن بریم بخریم. حالا دیگه نوکر خودتو جد آبادت هم هستم. بیا تو بشین، الان داشتم رو صدا میکنم، بفرمیم. باش، برو صداش، ما همین اطرافی. شیرین بزنیم تا شیرین کام بشیم. به به. سلام علیکم ملو خان. سلام علیکم، خوشگل خوشگل. چطوری نمکی؟ چه عجب. چرا دیگه با جاسم کار نمی کنی؟ حالا آخه من به سرگروبان گور دادم، میدونی من باش رفیقم. خوب، پس به من چرا سر نمی زنی؟ چرا پیش من نمی آی؟ آخه تو سخت گرفتار جاسم شدی بعدا. تو که میدونی من گرفتاره هیچ کس نمیشم. فعلا جاسم خوب پول خرج میکنه، فردا شب یه خونه خودم. حالا ببین از کجاست این زغالخته؟ اینجایی بابا، اینجایی. به به، ملوسیه فراری، کجایی پسر؟ مالکم. سلام. چطوری بابا جان؟ تو ایش میدونی این جنسای ما رو زمین مونده؟ غیر از تو هم کسی نمیتونه این کارو بکنه، اون وقت تو ما رو لنگ میذاری. میگه سرگروبان رفیقشه، نمیتونه. رفیق چیه پسر؟ تو 5-6 ساله که با ما کار میکنی، ما رو تو حساب کردیم نه؟ تو باید پردا جنسه رو رد کنی. جاسم بی خودی جوش نزن، سر من یکی هم داد نزن. من از آدمایی که یه ریز به بله بله میگن نیستم. میدونی من دیگه عشقم نیست کار کنم. تو هم بهتره از حالا به بعد جلو پلاس تو یه جایی دیگه بری پنگ کنی. این گروه پانساله ای از اوناش نیست که باهاش در بیافتی. زاد زیاد برو یه چیزی بپوش با ممکنه بچای. حالا باید چی کار کنیم داشت؟ یه کلکی دستش میده، بگو یه راننده سیاه شکل ملو پیدا کنم. باشه، فردا جنس رد میشه. الو، بله، گروبان گیلانی به گوشم بفرمایید. جان، با سر گروبان کار دارین؟ با چش قربان، گوشی خدمت سرکار باشه، الان صدا میکنم. سر گروبان، گوشی تلفن با شما کار دارد قربان. اومده. بله، آقا جان، یه قدر بلندتر صحبت بکنید، گوشی ما یه قدر صدا ضعیف میاد. تشریف آوردن، بفرمایید قربان. سرگروبان صالحی به گوشم، بفرمایید. سرگروبان صالحی به گوشم. سرگروبان صالحی، به ما اطلاع دادن فردا ظهر یک کامیون جنس از ده حصار به سمت اهواز میره. مواظب جاده باشین. چهار سرکار استوار. شماره ماشینم دادن، لطفاً یادداشت کنید. بفرمایید. 2854 آبادان، راننده‌اش ملوسیا است. ملوسیا؟ بله، ملوسیا. کی این گزارشو داده؟ خودشو معرفی نکرد، ولی صدا صدای یه پیرمرد بود. متشکرم. یعنی ممکنه ملوسیا این کار کرده باشد، اون با ما قول داده، گمان نمی کنم. حالا فکر نمی کنم ملو این کار کرده باشه، اون شماره خیلی دوست داره، حتماً اشتباهی شده بخوده. بگو افراد حاضر باشه. بله. ای قربان فندوقی؟ بله قربان. بگو همه افراد حاضر باشن، تفنگ بردارن، فشنگ بردارن، قمقم بردارن. چی فرمودی سرکار؟ قمقم بردارن؟ قمقم چیه؟ ما که اینجا قمقم نداریم. قمقم چیه؟ قمقمه نه؟ برای آب. قمقمه؟ بودو چش سرکار، اطاعت میشه، افراد آماده باشن. گوش کن چی میگم گروه با. بله قربان. این ترتیبی که ما وایسادیم دیگه نمیتونه بله. فرار کنه. تکون بخوره دومش لای تله است. بله بله. باز خیلی مواظب باشین. به بله. افراد آماده باش بده. بله اطاعت قربان. افراد همه آماده. بله. کاملا مواظب باشین. شکاف درجه نکن، مگزک زیر پای هدف.
داره میاد. موصله گیرید. مواظب مردم. بزنن. سرکار قربانی جزی بدی. تیرس من ها یکی در بکنم تمام. محشری به پاکرد خانه خراب میگن رانندش سیاه بود دکتر فالگیری گفت ای دادی بیدادی فعلا زخمی رو ببریم بیمارستان خدایا دخترانم بیار پاسگاه چشم نه بابا این حرفا چه جاسم خانه اختیار داریم خیلی خوب بنال بینم از سرایی ماشین رو خودم تحویل گرفتم بردمش انبار اونم برگشت شهر شادم رفته باشه خونش خواهیتون گفته بودین که هیچ که نباس انبارو یاد بگیره آره، درسته خب، حالا مطمئنی کسی اونو نشناخته بلا مطمئن که نه نه؟ سیاه گفت بعد از زیر کردن کولیا یه جا ماشین رو پس زده و یان واسداده و راه افتاده به خیالش رسیده که اون دختر فالگیر سارا اونو دیده شاید هم دختر اونو اصلا نشناخته باشه اینجوری فکر کرده اما همچی مطمئن نی بس مطمئن باشین دهن دختره رو ببندی کلکش بکنی؟ نه بابا یه چیزی بهش بدین حرفی نمیزن راست میگه بهترین پوزمن دنیا پوله زودتر پولو بیار و حسابتو پاک کن چند دفعه بگم نسیه بر نسیه آخر به دعوا رسیه صد دفعه بهت نگفتم به کسی نسیه نده مگه مون سرمایه مون چرا که بیام بردارن برن سلام علیکم بله بفرمایید کجا همینجا بگو حرفتو بگو دیگه اگه جا با جا فرق داره بگو بیام چی کارم داری والا یه امانتی هست که باید بهت بدم بیا بگیر این 3000 تومن پول نقده 3000 تومن؟ اما اول باز بگی ببینم این امونتی رو کی فرستاده و واسه چی داره اینقدر بزرخشش میکنه این پولا مزد زبون نگه داشتنه یه چیزایی هست که تو میدونی و ما دوست نداریم ژاندارمان بدونن ژاندارمان؟ با اون رئیسشون؟ من؟ بیام با اون همکلون بشم؟ رداشم تا اون بابا رئیس این پاسگاهه حاجی تا گذرش هم از دم پاسگاه نمیفته خیال تخت تخت باشه با خیالم راحت راحت و بارش فقط دستش سلام ببخشید سرکار گروبان همونطور که دستور فرمودین این سارا دختر بیتو آوردیم نه خیر من نمیام بیده میاد قربان نمیام بس برم کن حالا اگه یه نفر زن بود باز دائم اذیتش کنی خفه خون بکی راست میگی دیگه من نمیخوام اذیتت کنم دختر فقط میخوام بیا یه شهادت بدی خیر خب باشه چه شهادتی؟ اون پیکاپ به من گفتن تو رانندشو دیدی درسته؟ بابا چه جوری بگم من ندیدم لا اله الا الله به من دروغ نگو دختر من چیزی ندیدم هرچی راننده سیاحت جمع کن بیار پاسگاه بله قربان دختر حرف بزن نمیگم
عجب آدم یه بگو کلک بکن. بابا جون من چیزی نمیدونم. بابا جان تو دیدی اون زدی یه دیر زخمی من هیچی ندیدم و نمیدونم. با حرف بزنی تو بری میندازم زندان. بکی منو بندازی زندون توته اینا من که کاری نکردم. حیف باید برم سیاه رو جمع بکنم. خوابه خوابه من نمیام بیرم کنده دست بگیرم. یه لپنی تو رو خوابه قپانی باید بزنم. کجا؟ ببخش سلام قربان. قربان همونجوری که دستور فرمودی تمام راننده را آوردم. معلورم آوردی؟ بله بله اونجا است دوز سر گردنه. همونجوری آوردیم قربان. راننده سیاه نصف سیاه بنفش تریاکی رنگ و لباغلی همونجوری باغله پولو آوردیم دی قربان. همارم نفتالو زدیم که بید نزند فقط. بله قربان اون دوز سر گردنه اون تاوای سر ساکت گروبا وزق من دیم. من به تو توبه میلی زده بودم، من به تو قول داده بودم، من واسه خاطر تو کنار گذاشتم، تو باز حرف منو باور نکردی و تا انگی به دنگی خورد ما را احضار کردی. آخه چرا مرد؟ چرا حرفای منو باور نمی کنی؟ واسه این که قانون قانونه. وقتی میگم همه راننده‌های سیاه یعنی تو هم توشون هستی. رفیق منی باش، اینجا حرف حرف کاره. خودت چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی ممکنه من این کار کرده باشم؟ آره این فکر رو میکنی؟ نمیدونم. چرا؟ واسه اینکه کسی که خبر داده بود گفت قراره تو پشت اون ماشین باشی. همه چی درست بود، ساعت 12، شماره ماشین، جنس قاچاق. خب آدم فکر میکنه رانندشم باز همونی باشه که یارو پشت تلفن گفته. تو قرار بود پشت اون ماشین باشی، مگه نه؟ مگه نه؟ بهتری مطلب خودت روشن کنی. آها همین کارم میکنم. بین شما ها یه نفر هست که با بیرحمی و بیشرمی زده یه مش آدم رو لط و پار کرده. امروز اون آدم خودش رو پشت این صورت رو پنهون کرده، اما من بالاخره پیداش میکنم. اون وقت بلایی سرش میارم که آرزو کنه کاش هرگز به دنیا نیامده بود. حالا میتونین همه بذارین برین تا روزی که من نقاب این کثافت رو از صورتش بردارم. یا بری پیکارم. سلام جناب سر. سب کنیم. خب دیگه چی کارش میشه کرد؟ ما آدم ها هارت و پورتمون زیاده اما زود خر میشیم. یه چیزایی هست که من نمیدونم اسمش چیه، ولی خب همونا وادارم کرد که بیام شهادت بدم. خب سارا حالا نگاهشون کن و بگو کدوم یکی از اینا. باشه حالا میگم. چطوری ملوسیای من؟ برو دنبالش! برو! 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 نیست نه تا! میترسم مثل اون دفعه بکشیش میخوام... بسیر نفسر جام سروان این جنایتکاره، کاش که فقط قاچاقچی بود. ده نفر زیر گرفته. ببرینش. چش قربان. ببرینش. بلنشون نامه. نزنینش، ببرینش از اینجا. چش. بی انصاف. یک گابزم نزنش گروه بار. دلم تقدی میگیره قربان. گروه بار. بله جام سروان. باز که تو خشونت به خرج داری. جناب سروان حقش بود. ولی من این کارو نمی کردم. اگه شما اون بچه های بیگناه رو دیده بودین به من حق میدادین. خیلی خوب.
جناب سارا؟ قابلی نداشت جناب سرگروبان. سرگروبان باشه سرگروبان. یاها جناب سروان، یعنی ببخشید سرگروبان، من میترسم. از چی میترسی؟ از اونا. اونا به من پول دادن که من چیزی نگم. من نمیخوامش، به خدا نمیخوامش. اما اگه اونا بیان سراغ من، منو میکشن. اونا غلط میکنن دختر. تا وقتی من اینجام هیچ کاری نمیتونم بکنم. خدافظ سرگروبان. اما اگه اومدن چی؟ نمیاد. تا چند ساعت دیگه اون راننده سیاه اقرار میکنه، اون وقت ما خودمون میریم سراغ اون قاچاقچی‌ها و همه شونو دستگیر میکنیم. برو خیالت راحت باشه، برو. چش سرگروبان، هرچی شما بگید جناب سرگروبان. مگه شما پولو بهش نایدین؟ چرا جاسم خان، پولو بهش دادین، عکس زده با کشینش. اون تنها کسیه که میتونه دو دادگاه علیه راننده شهادت بده. اگه دختر نباشه اون راننده هم حرفی نمیزنه. زن و بچه‌شو دست منن، نمیتونن جون بخورن. دلم میخواد همین امشب بکشینش. چش میکشیمش. خدا جونم، حالا ما رو میکشم. چهار نفر بودن. نکنه اینم یکی از کلکات باشه. کلک؟ تو من دیوونه ای بیعقلو با یه مش حرفای قشنگ و زلم زیبایی گور زدی. ما هم اومدیم اونجا شهادت دادیم، حالا اونا منو ول نمی کنن، میخوان منو بکشن. اگه کی باشن، کی میتونه تو رو بکشه؟ من میدونم که اونا میخوان منو بکشن. نه ترس دختر، اگه این اطراف باشن خودشون میرن. امشب نشد فردا، فردا نشد پس فردا، بالاخره حسابمو میرسن. بازم بگو سگه کی باشم؟ بله بخند، جون تو که در خطر نیست. تو وقتی عصبانی میشی خیلی خوشگل میشی. جون من، اونا از آدمای جاسم بودن؟ اگه از آدمای جاسم نبودن حتما از آدمای تو بودن. خیلی خوب، من میرسونمت خونه. نه نه، من خونمو نمیرم، من میخوام همینجا بمونم. من خونه نمیرم، اونا منو میکشن. آخه مگه فک و فامیلت منتظرت نیستن؟ کسی منتظر من نیست که، من هیچ کسو ندارم. یعنی هیچ کسو نداری؟ آره، یعنی خب پس چرا شوهر نمی کنی؟ خب هنو نتونستم کسی رو خرک کنم. بله، لاتون اون که گره گوشاره دار میشه بهتره. با چی وضعی چیاره؟ بیا اینه بگی باش بخواب. لغ شده خوابیده که خاله خوش وعده تو نفهمیدم. پس من کجا بخوابم؟ گفت لغ بشی. ما رو بگو رفتیم واسه این پیرن خواب آوردیم. سر بحثا تو واسه چی اومدی تو این خونه؟ آخه من که بهت گفتم میخوان منو بکشم. تو
خیلی خوب، من میرم تو رارو میخوابم، ولی شب آخرت باشه. سرگروبان هیچ. خب بگو ببینم چی کارم داشتی که با این عجله فرستادی دنبالم؟ کار مهمی پیش اومده؟ آها با جان تو خیلی مهمه. میدانی برای چی تو رو خبر کردم؟ برای اینکه این حرف دیلی بی صاحب من، این جیگر منو با تو بس با مرگ تو ها از سور ناراحتی تصمیم گرفتم خودم بیندازم کوسه همونو بخورم راحت آسوده برم بکرم. آقا واسه چی؟ بگو شاید بتونم کمکت کنم. میدانی چیه؟ این دیلی بی صاحب من اسیر سرپنجه عشق شد. عاشق شدی؟ خب عاشق کی شدی؟ یه سیاه پوست، یه سیاه این خوهرت تو، با جن تو هم میمیرم برای خوهرت، من مخلص خوهرت تو هم، من اونو دوست دارم. فهمیدم، پس عاشق خوهر ما شدی، بله؟ ای مربان هرچی آدم به چیز فهمه، دیلم میخواد خود ترتیب خرسه بریم. باشی، بردارم از افریقا اومدم، باید بیای پیش اونا. باش، بلند شو بریم. میام پلوی برادرت تو، چشم. ایوان تو؟ بله من. خوب اینجا جا خوش کردی خانم خوشگله. تو از کجا میدونستی من اینجا؟ احمد بهم گفت اومدم ببرمه. ده منو ببری کجا؟ هرچه که دلت بخواد. من هیچ جا دلم نمیخواد. ده هر جا برم جونم در خطره، آدمای جاسم راحتم نمیذارم. سایگه کی باشم من پدرشم در میارم. آره احمدم همینو میگفت، اما دیشب داشتن میکشتنم. تو اگه با من باشی یا کسی نگاه چپ هم نمیتونه بهت بکنه، خودم با جاسم در میافتم. بیا نترس، تو با خودمی. میخوای بیا بریم خونه خودم، میخوای برات یه خونه بگیرم. ببین دست از این لجبازیات وردار. آخه ناسلامتی من خاطرتو میخوام. فعلا که جام خوبه. آها. یه چند روزی که اینجا باشم اونا حساب کارشونو میکنن، به اندازه شیکمم هم براش کار میکنم. آخه جلوی مردم بده، یه زن تنها نباید تو خونه یه مرد تنها زندگی کنه. من خودم از هر مردی مردترم، بی خودم زیادی حرف نزن. من یکی دو روز دیگه اینجا هستم، بعدشم خودم میرم. احتیاجی هم به تو هم سال تو هیچ تنابنده ای ندارم. حالا برو، برو بابا جون، برو بذار باید بیاد. سرگروبان ساله ای، بفرمی خواهش میکنم. همون مردی که چند روز پیش خبر اون جنس داده بود دوباره تلفن کرده، متوجه این؟ دوباره؟ خب چی میگفت؟ میگفت ساعت 5 بعد از ظهر تو قبرستان گفته منتظرته، گفته ولی باسه شخصی بیا که شنفته نشی. آقا چوچو خب بگیم ببینم قیافش چجوریه؟ یه پیر مرده، گفته که انتهای قبرستان منتظرتونه. متشکرم. قبرستان؟ این دفعه خیلی مهمه، بذارین بگو افراد آماده باشن. فان! بله قربان. آی گروبان فندوقی؟ بگو افراد تجهیزات کامل بردارن، توفنگ بردارن، فیشنگ بردارن، قمقمه بردارن، قمقمه. سلام سر گروه. سلام پدر خوب. من همونیم که تا حالا چندین دفعه خبر جنس رد کردن جاسم رو به شما دادم. خب دلیل این که خواستم شما بیاین اینجا اینه که قبر پسرم رو به شما نشون بدم. این قبر بچه منه، جاسم و دار و دستش. وقتی داشتن یه جنس کلون رد میکردن بچه من زیر گرفتن. اول خیلی گریه کردم، ولی دیدم قصه خوردن دردی رو دوا نمیکنه. اون وقت افتادم تو خط خودشون، تو خونه جاسم آشپزی میکنم. به همین جهت هر خبری تو خونش هست میفهمم و به شما اطلاع میدم. برای همینم بود که خواستم شما رو ببینم. اونا این دفعه دو تا وانه جنس از ده خزعلیه از تو سبق میخوان ببرن به اهواز. خیلی خوب، بشینی تا واسطتون بگم باز چی کار بکنی. بشینی تو هم بیا بشین. تو را پاکنه من باش، عبودم را پاکنه پیکاپ دومی میشه. تو جلوی من برو، اگه اتفاقی افتاد فورا سر تا کن که پیکاپ مروان گیر نیفته. تو که میدونی تو سبق کسی نمیتونه به من برسه، ژاندارما ممکنه فقط سر جاده رو گرفته باشن، بنابراین ما فقط از تو سبق میریم. اگه ژاندارما تو سبق جلوی ما رو بگیرن تا نزدیک خود شهر اهواز ما تو سبقیم و اونا کاری نمیتونن بکنن. تو شهرم هر چهار تا ماشین از هم دیگه جدا میشیم. بعد ما تو گاراژ جواد مرغی. بله باش. بریم. بفهم. زود باشین. اومدم.
برو با فوراً برو اون طرف جاده تو گودی مخفی شو. با بیسیم به اون یکی ماشین اطلاع بده که برسه جلوش. تو هم کاپوتو بزن بالا. چشم. خوبه؟ آره. شما هم موضوع بگیرین. دولاشین، دولاشین. با هاتون هم بزنین پشت چرخای ماشین که دیده نشین. آقا طوری شده؟ نه بابا ماشینم جمع کرده. کمک نمیخواد؟ خیلی ممنون. واسه نخت خونه عکشه. خیلی خب خداحافظ. به سلامت. داری فکر میکنی چجوری با هم حرف بزنی؟ وای مهم نیست که آدم شوهرش کیه، چقدر دوستش داره یا نداره، مهم اینه که هر زن و مردی بالاخره باید ازدواج کنه. آره آره. تو حرف نزن، هی آره آرام نکن، بذار حرفای من تموم بشه. تو باز شوهر کنی و بچه دار بشی، بچه ها تو بزرگ کنی. آخ گفتی گل گفتی. من یکی که عاشق بچه‌ام. بعضیا تو زمان عذبی آدم های درست حسابی نیستن، اما اینجور آدم ها وقتی زن گرفتن پاک عوض میشن. آره زتم من اصلا دیگه تو هیچی نگو. من برات غذا میپزم، برات بچه میارم، لباساتو میشورم، اگه ناراحت باشی پشتتو میمالم، پاهاتو میمالم. من تموم شب بیدار میشنم و تماشات میکنم. من تو رو برای ملوسیا خواستگو. داماد که نباید خجالت بکشه. بیا تو دیگه تو بیا. آخه خجالت میکشه. اگه سال بخوای خجالت بکشه وسط خرابه ها. تو بیا دیگه. بیا تو. سلام. سلام. شکرم قربان مخلصم. ارادت مندم مره مجالی زیاد. قربان تو خوب جنب و شرده مره مزیاد مخلیش. تصدق جناب علی. آقا تو هروای پدر بس الحمدلله خوبه. بله 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 آقا جان. آقا خوبه قربان تو برم. آی امان برم از حالی زیاد تو هروای پدرت بشور نجا. آقا جان آقا آقا آی خودا برای غرب خیال میکنه با کلی داره گوشتی میگیره. مرم از حالی بفرمایی 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 الله مرم از حالی زیاد تو هروای پدرت منو خجالت ندید. مرم از حالی بفرمایی آجام بفرمایی. بله
عرضم به حضور میزور عیان سیاه پوستای عزیز خودم بنده میخواستم از بکنم که از مدت از بنده از علی آقا خواسته بودم که بیاد شما راجب خواهر شما و علاقه بنده که نسبت پیشان دارم یه صحبتی بکند که متاسفانه صحبت کرد و حالا آمدم حضور سرکار که ببینم شما چی میگید راجب من با کی صحبت بکنم با میز والدی میسین که باید صحبت بکنم مادر سلام راجب خواهر شما صحبت بکنم نه باید با برادرش حرف بزنم با برادرش صحبت بکنم بله برادرش ایشان هست برادرش اونان برادرش اونها هستن بله آفریقایی هستن زبان ما رو بلدن یعنی اونجوری جور نگاه میکنی منه بله حالا آمده بودم خدمتتان که راجب شهریه و مهریه و شیربا و میربا این چیزه صحبت بکنم اگر موافقین بگویین که من فیلم راحت بشه تو هم موافق؟ تو هم موافق؟ منم موافق آره تو چی؟ تو هم موافق؟ بله موافق بله همه موافق نامزد من که از خدا میخواد بله همه موافقین الحمدلله منم بزن بله منم موافقم بله سر گروبان، این شده دیگه همه روزه کار تمومه گروبان گیلانی هم بله سلامت شد سرکار جان علیکم، حالا چطوره؟ به مرمت شما سرکار حتی از صدقه سرت کاسب شدیم تو بازارم از وقتی که همه فهمیدن شما با ما محبت دارین اعتباری به هم زدیم میخوایم پولتون رو بهتون پس بدیم باشه یه وقت دیگه غفور زن و بچه من آرزو دارن که شما رو ببینن آخه سرکار من بهشون گفتم که ما با هم رفیقیم اما اونا باورشون نمیشه شما رو به خدا بیاین بذاریم ببینن که ما با هم رفیقیم میشه سرکار این خوشحالی رو از زن و بچه من نگیر سرکار جون این خیلی واسه شون افتخاره تو رو خدا سرکار جون یه تو که پا ببینیم خیلی خوب تو برو دنبال کار دلی باش خدافظ بیا بریم باش اومدیم خیلی بوز داری جلو زن و بچه ای همچین آه رسیدیم همینجا سرمون بفرمایید تو خواهش میکنم بفرمایید تو این خونه مال خودتونه بفرمایید سرکار خواهش میکنم بشینی قربون شما خواهش میکنم ما نوکر شماییم چاکر شماییم آه ببینم پس بچه کجا همینجا قربون الان خدمت تو میرسن راستی یادم رفت اجازه بدیم پول بیارم واسه تون بنده خود 3000 تومن سرکار جون همون قد چه باید باشه بفرمایید بشمارین درسته بشمارین خواهش میکنم ممکنه کم باشه قول شما قبوله خیلی ممنون قربونت برم خب بازم کاری داشتی بگو چش سرکار جون من از حیث شما خیالم راحت شما هوای منو داری خب زن و بچه‌م همین جان بیرونن الان میرم صداشون کنم اجازه بدین همین الان صداشون کنم میرم صدا بیرون خواهش میکنم تو رو با خدا من باز برم دنبال کارم خودت که میدونی من یه سر دارم بله عجله نکن گرفت همون جا پایی سر برو با امری بود ما مأمور ویژه مبارزه با فساد هستیم گروهان اون پولی که تو دستتونه اون آقا بهتون داده؟ این پول خودمه جناب سرباز این پول اون آقا الان به شما دادن ما هم از پشت در شاهد بودیم این اسکناس رو ما قبلا علامت گذاشته بودیم نه من بهش قرض داده بودم این رشوه است گروهبان رشوه چیه؟ اون داره قرضشو پس میده خود این آقا ما رو خبر کردن مگه غیر از اینه؟ ده حرف بزن مرد به من گفت اگه این پول ندم منو میندازه زندون گفت نمیذاره کاسبی کنم میگفت اگه بخوام از دستش خلاص بشم با 3000 تومان خب ما رفتیم خدا حافظ خیلی متاسفم سرگروهبان ما متاسفیم من گشتم خیلی ممنون اون هاش اومد همیشه ما زیر عقل دلمون واسه شما تنگ کریم نوکرتم احمد جون دنیا رو واسات به هم میریزم هر چی دارم و ندارم و میریزم زیر پا تا من رو داری قصد نباشه نمیذارم غم به دلت بشینه خب دیگه ما رو کجا همه؟ کجا؟ مگه من میذارم بری؟ امشب میخوام برات یک بساطی جون کنم میخوام امشب خوش باشیم بزن بریم خونه بزن بریم کجه میخواد من یک کاری دارم باز برم انجام بدم شب میام خیلی خوب صفا از جون میگذشتم با خون مینوشتم اینو از یادت نبر به رفیق حق سفر بسمار دست یارت عصب بربرارت این دنیا شهر فرنگه
آدم ماش رنگ و با رنگه نامردی بدو من مرد لکه یه ننگه والا لکه یه ننگه والا نامردی بدو من مرد لکه یه ننگه والا لکه یه ننگه والا این دنیا شهر فرنگه آدمش رنگ و بارنگه نامردی بدو من مرد لکه یه ننگ بالا لکه یه ننگ بالا نامردی بدو من مرد لکه یه ننگ بالا لکه یه ننگ بالا از جون میگذشتن با خون مینوشتن اینو از یادت نبر به رفیق وقت سفر بسپار دست یارت از به بربرارت این دنیا شهر فرنگه آدماش رنگ و بارنگه نامردی بدو من مرد لکه یه ننگ والا لکه یه ننگ والا زود بلند شدی اونا واسه تو جشن گرفته بودن خب آخه خوابم گرفته بود مای تو خوابت نمیاد نه بابا من روزا که نمیخوابم شبام خوابم نمیاد چی میخوای بخوابی تو که همش بیداری خوابم گذاشتم واسه وقتی که بزرگ شدم با چی داری میگی من وقتی که بنزه تو بودم تا حالا 70 تو پادشاه رو خواب دیده بودم آره جونم آدم واسه شب بخوابه که صبح بتونه بلند شه بره سر کار این آقایون انگار خوابشون نمیاد کیو؟ سرگروه برو 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 بری ببینم خودم طرف هستم خوشا اونجا اونجا بیا 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 بچه یا علی بابا یا کمک کن ببریمش بیمارستان برش برش یا علی برش دارتون شکست دارم Thank you.
آره چه بلایی سرت آورده؟ چی کارت کرده؟ اوی خدای من عزیز من جون من دوست دارم من همیشه دوست داشتم سال تو تمام زندگی منی آخ ساله دوست دارم دوست دارم هم تو هم منو میخوای یه دفعه یادم خودت بهم گفتی که گفتی از اینجا با هم میری میدونی منو جون میخوام سهم بگیرم بچه دار بشم دیگه خسته شدم میخوام بازنشسته بشم اما تا وقتی کلک جاسم و دار و دستشو نکنم تا این نامرد رو تسلیم قانون نکنم ولکن نیست روزی که جاسم رو تحویل بدم فرداش عروسی میکنم دخترم پیدا کرد نمیدونی مرد نمیدونی چه دختر خوشگلیه چه دختر باصفاییه میخوام باش عروسی کنم میخوام ازش بچه دار بشم این ده دو تا راه داره که میشه جنس رو از توش خارج کرد یکی راه خشکیه یکی هم راه آبیه ولی هر دو تا راه رو مطمئنن بستن راه آبی که مستقیما از کنار پاسگاه رد میشه میمونه راه خشکی که سه تا جاده فرعی داره خودم واسهش فکر کردم دیگه خودت میدونی ملو من همه امیدم به توه خیلی خوب جاسه بگو جنس ها رو بار یاله بچه ها بجون بین یاله یاله برین کامرو گود باش شکرت خدای من تو نمردی؟ چرا چهار تو پارت میگی؟ من قرار بود من بیمیرم تو حالت خوبه؟ معلومه که خوبه تو اینجا چیکار میکنی؟ نامرد و دیشب تو رو زدن آره بعد جویان زدن ببینم نشناختیشون چرا بعضیشون رو شناختم مردی وقتی آدم داره شوهر میکنه و سر سامون میگیره بی خودی بالا سر این اون بیدار نمیشینه مردی کجاست بخواب بلند نشو خواهش میکنم که نفهمیدم چه حرفایی ها گرفته تازگی ها خواهش میکنی که چی؟ که مثل دیشب باشه یعنی باز بیهوش بشم؟ نه یعنی باز مهربون باش حرفاتو بگو حرفای دلتو بگو بهم بگو که دوستم داری و منو میخوای نفهمیدم من این شرط و پرتا رو گفتم من رو صداش کن بینم برو صداش کن چشم چرا بوغ نمیزینین خانم جان حالا آقای سرگروبان در چهاله خوب شده الحمدلله شما به سلامت من هستم سلام به خدا سلام راحت خدا رو صد هزار مرتبه شکر که حال شما خوبه به خدا برای بچه ها ناراحت بودن شما اینجا خوابیدین به کلی ناراحت بودن الحمدلله حالتان خوب شده اون هم خیلی خوشحال و خوشحال میشن که شما سالمین به خدا خب چه خبر والا خبر تازه این که جاسم میخواد جنس میسر رد بکنه دی قربان جاسم که کار همیشه گیر بله قربان میدانم ولی بنده میخواستم یه خبری به جناب علی بدم یعنی یه تقاضایی داشتم میخواستم عرض بکنم که اگر اجازه بفرمایید بنده با اجازه سرکار یه دنه یکی بچسبانم یکی که حق مازده قربان شما برم خب چه خبر؟ والله خدا رو شکر که شما حالتان خوبه ولی بنده یه خبر خیلی مهمی برای شما دارم که میخواستم به عرض برسنم اگر حال شما بدتر نمیشه میخواستم بگو یه ملوسیا میخواد جنسای جسم رو بکنه چی؟ ملوسیا؟ والد قربان با سر شکسته شما قسم حقیقت میگم ملوسیا رفیق جنجانی جناب علی چی خبر بهت داده؟ والا با همون پیرمردی که همیشه باله با ما خبر میده دیگه بنده با اجازه برم با بچه ها بگم که شما حالتان خوب شده زمینن آماده مقابله باشن مرمت علی خب برو آماده شما نارم میام پاس در پیشو پیشمنگ و آقا بیاد همه با هم این کار خطرناکترین کاریه که تو عمرت میکنی آخه چرا میخوای خودتو به کشتن بدی؟ اون جنس به هیچ وجه از توی ده خارج نمیشه
ولی من ردش میکنم، باید این کارو بکنم. من میدونم ملو، میدونم که عشق اون دختره وسطه. احمد میگفت میخواد بازنشسته بشه، خواد زن بگیره، بچه دار بشه. ملو، من به اندازه کافی پول دارم، بیا همین امشب از اینجا بریم، بریم یه جای دیگه، با هم کاسبی را میندازیم، با هم زندگی میکنیم. میایی ملو؟ ببینم موافقی؟ آره موافقم، موافق. اما بعد از اینکه این کارو تموم کردم. ببینم قربان فندقی؟ بله قربان. تا زمانی را که دستور ندادم حق تیراندازی نداری. چش قربان؟ میدی نبارک الله. به لاستیکش بزنم یا به سرش؟ ره میگم حق تیراندازی نداری تا دستور ندادم. تو میگی لاستیکشو بزنم یا به سرش؟ مگه خون شدی دوره؟ خانه خراب چی؟ یعنی میتونه از دست ما فرار کنه سرکار؟ نه محاله، محال. این ده ست جدی اصلی دارد، یکی دوتا فری منتهمه ها قرار گرفته. جدی اصلیش این بره. بله این بره. اینجا از اینجا شروع میشه به این ورم ختم میشه. این جده اصل کاریه که ممکنه بیان و بره. یه جده گی نیمچه اصلیه که هم از اینجا میاد، از این قسمت که ممکنه اون پس. هنوز پیداشن نشده. اونا فکر نمی کنم از طرز شما این طرف ها پیداشون بشه. اونا که بابای اونم جرأت نمی کنه تا وقتی که من اینجا هستم بیان. اونا مگر اینکه از اون جنازه من رد بشن. اونا خوب منو می شناسن، می دانن که چجوری پوست اونا رو بیجا می کنم. بس بله قربان، بله می دونن. بله افراد حواستن جمع بکنین، شما اون طرف، شما اون طرف، شما اون طرف، همه جا رو زیر نظر بگیرین، حواستن جمع باشه. من باید در آینده نزدیک درجه بگیرم. اومد، بگو آماده باشم. اطاعت قربان. افراد آماده باشید، برید پایین. گروبان کیلانی خبر بدین که جنس از راه خشکی رفت میشه. کلک میزنی داره؟ سرگروبان، 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 دیداش تیراندازی نکن یا لردت میشه. یالا بلن میخواد دنده یک به دنده دون مرسی اینو بگیرین. این سلسله درجه ای منه ببینم چی میکنی. حرکت یالا، یالا، یالا. چی شده؟ با بیسیم خبر بده بگو از بیره های خودشو ما برسنه، جلو ماشینی بگیر. یلا گاز بده، بگو چی کنی، گاز بده. آقا
چیکار کردی؟ خبر دادی بگو من فندقی یا نه خود شما برسنه؟ نامرده نگاه کن آخه این ماشین که را نمیرد خاکی به سرم بریزم حالا من جواب سرگروبان منه چی بدم مگه ماشینای اونا میتونه پا به پای ماشینای هشت سیلند بیاد اما خودمونیم خوب جنسو در بردیم نگرده نگرده کاری دارم نگرده چرا؟ چرا نگردارم؟ من چی شده؟ صاحب تا بهت بگم هیچ سر برمیرم آخه برای چی؟ واسه چی اینجا نگردارم؟ مگه اینجا چیه؟ تو اینجا به بعد آزادی میتونی بری واسه چی؟ من خودم جنسو میبرم انبار تحویل چرا من نیام؟ تو که میدونی جاسم نمیخواد جای انبار کسی یاد بگیره جاسم غلط کرده من انبار رو یاد میگیرم جای انبار رو میام ناکس خونش جنسو تو میگه بخوابم جا بخوابم جا خوبه دف شو یه دقیقه سب کنه این زن صاحبه الو بله من جنسا را چنگ ژاندارم در بردم ولی جمیل تیر خورده چی؟ جمیل تیر خورده؟ حالا کجا هست؟ اون مرده ولی من قایمش کردم زیر شاخه تو نخلا جنسا چی شد؟ پیش منه شما آدرس انبار رو بدین من فورا جنسا رو میبرم اونجا آدرس انبار رو بدین؟ معطل نکن زود باش تو شهر پر از ژاندارمه همه جا دارن دنبال من میکردن این جنسات هم گیر میفته ها خیلی خوب میری خیابون صابری انبار حس خورما کیه؟ چه خبره؟ واکن دارو بابا واکن چه که داری؟ این که خدا جنس جاسم آوردم در و واکن زود باش تا ژاندارما نیومدن یه خود تونتر بله خب آقا بهتره که زود باش بجون پیتر صبر کن بابا
یا رسول باش چند تا از برای بچه ها رو بفرستم در مواسه باشن. شاندار ما تو شهر دارن وول میزنن، همه دارن دوباره من میکردن. بله خب بچه ها بشن به حسد باشین، مواسه باشین. یالا جسر رو بیاجه شاد کنین. تا یه داره تو هم با بیا برو بینم. بیا چه کمانی نوکیس الو، منم، جمیل. اینم جمیل، تویی؟ آره تو تیر نخوردی؟ نه، معلوم منو زد و جنسا رو برد. ای ناکس پدرسک، اون آدرس انبار رو با کلک از من گرفت. تو گوشی رو بذار تا من به انبار خبر بدم. از اون هنوز داره برای سرگروان کارون کنه. آره میکشمش. چی شده؟ چیزی نیست، بس بینم. پس چرا ناراحتی؟ الو حامد، دلم میخواد ملوسی ها رو یه جوری سرشو گرم کنی، نظری خارج بشه تا من بیام. آخه چی شده؟ ملوسی ها میخواست جای انبار یاد بگیره که به سرگروبان به خدا میکشمش. خواب بچه ها، خواب بچه ها، بریم بکنم جاسم حضرت گو راضیه، راضیه. خواب بچه هم بارو بینم. میخوای بقیه انبارو ببینی؟ نه بابا دیگه، باید بریم دوبار کار زندگی. مگه انبار بقیه هم داره؟ باشه دیدی بیه تو راشده بقیه. خب باشه، بعدم نمیاد بقیه انبارو ببینم. اینجاست؟ آه، اون طرف ها که نی؟ هرچی هست همینجاست، برو تو. آها، فن اینجاست. بره. اوه باق چقدر تاریکه. قربان، ملو جونش در خطری، جاسم رفتن رو بکشه. چرا؟ ملو که واسه اون کار میکرد. اونا همش نقشه بود، ملو برای تو کار کردی، اون برای خاطر تو جونشو در انداختی. نفهمیدم چی گفتی؟ اون منظورش این بود که جای انبار اونا رو بفهمه و به تو بگه. میگفت هدف تو اینه که اول کلک جاسمو بکنی، بعد بازنشسته بشی، زن بگیری و بچه دار بشی. اون همه این کارا رو برای تو کرده. الان کجاست تو میدونی؟ آره من شنیدم آدرس انبارو به ملو میداد، خیابون صابری، انبار هست خرما. انبار هست میدونی کجاست؟ آره میدونم کجاست. تو برو پاسگاه به گروبان گیلانی خبر بده، منم میرم انبار. خسته نباشی ملوسیا. آه سلام جاسم خان. من؟ آره جمیلم همینو میگو. بگیر بیا جلال. نو چی رو اومدی؟ دیدی برای تا
رو وسط پهلی کردم. حالا دیگه میتونی زن بگیر و بچه دارم بشه. یه رکلت نامردهی پاس بتر دستگیرشم بکنی. همه رو دستون بزنیم. یلا آمد چه یلا بیفتین جلو. خوشو مفخورای نامرد بیفتین جلو. یلا این بوس گرمی منن. نامرده همه شون رو دستگیر کردین؟ بله 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 سرور. دیدی بالاخره قانون پیش برد؟ نامرد شما هم ممکنه یه دفعه دو دفعه از چنگال ما فرار بکنین، ولی بالاخره مثل عقاب بالای سر شما پیدا میشیم و شما رو دستگیر میکنیم. حالا یه آب و خونه که برای تهیه دیدم تا آخر عمرت بخوری هم تمام نمیشه. یلا یلا بیفت جلو. سپیترت تو چطوری علی بابا؟ حالت خوبه؟ سیا سوخته. خوبم سرگروبان. اونجا رو نگاه. آقا بابا جان من یه هفته با تو ازدواج کردم، تو با من نگفتی چلتا کوره کچلتا گیلانی. تبریک عرض میکنم قربان. متشکرم قربان گیلانی. میبینی سرکار قربان من چه بدبختی گرفتار شدم با مرگ تو. من با این دختر آفریقایی یه هفته ازدواج کردم، با من نگفتی بود چلتا کوره کچلتا داره که من باید نام بدم. حالا هرچی در میرم باید بدم. بی این نام بدم، بول نام بدم، بول نام بدم. آخه بگم من خانه خراب چقدر حقوق میگیرم که همه رو عبدالخیر میشه که بینه بریزم. چه بود؟ اگه خوابیدید بیداست، اگه واسلید بسینید و با دقت هر چه بیشتر به این منظره نگاه کنید. دو نفر یواش یواش دارن دست گل به آب میدن. اگه مزاحمش نشین و اگه کارا به همین ترتیب پیش بره، 9 ماه و روز و 9 ساعت دیگه نتیجه معلوم میشه.